بریم سراغ بررسی قضیه فلسطین که امروز 123 جلسه راجبه فلسطین و 33 جلسه در شرح کتاب دکتر قرضاوی است. ایشون میگه که ششمین منبع راجبه شناخت شخصیت یهود نوشته های خود یهوده. میگه اون چرا که امروز یهودیان راجبه شخصیت یهودی می نویسن، زیب تکوینشون، طرز تفکرشون، ولاشون، دشمنیشون، آرزوهاشون، احلامشون، انگیزه هاشون، اهدافشون. میگه اینجا کافیه که من چند نکته رو از کتابی که در کویت منتشر شده به اسم ایدولوژی صهیونیسم که مؤلفش بر نوشته های خود یهود، چه از لایک ها چه از دیندارانشون اعتماد کرده، اونا راجع به خودشون چه میگن نقل میکنن، کتاب هاشون چطوری تفسیر میکنن، راجع به پیشگویی های انبیاشون، راجع به تاریخ قدیمشون، راجع به واقعیتشون، راجع به آیندهشون، همشون متفقن بر سه مورد اقنوم سلاسل اصطلاح که عبارت از ایدولوژیشونه، عقیدشونه، ملت، زمین و تورات. هیچ کسی نمیگه اینا تروریستن وقتی حرف از تورات میزنن، اما مسلمانان که حرف از قرآن بزنن ببینید چه بلوایی به پا میکنن. و تاریخ یهود در واقع نسبت به اون یهود تاریخ دنیاست، مرکز ثقلشون تاریخ خودشونه و سرزمین مقدسشون یعنی بیت المقدس یا اورشلیم مرکز دنیاه و معادل جغرافی به در تصور یهودی هم تاریخه. میگه اینجا ما بعضی نوشته هایی که صهیونیست ها رو میاریم تا همون حلولگرایی قدیم به شکل حاد و کاملی در کلماتی مثل خخام های لانداو میگه که روح ملت ما نمیتونه از خودش تعبیر کنه مگر اینکه زندگی ملی ما به سرزمین جدید قرار بگیره. یعنی میگه که شعله الهی در ملت ما زنده نمیشه مگه اینکه در سرزمین خودش باشه. سرزمین خودش کیه؟ 2000 سال پیش ابراهیم علیه السلام اونجا رد شده، یک وجب هم مالک نشده، شده سرزمین یهود. یک خخام صهیونیست دیگه به نام کوک میگه که سرزمین اسرائیل نه اینکه از روح ملت یهود جدا نیست، بلکه پاره ای از جوهر وجود ملی ماست، به زندگی ما مرتبطه، به شخصیت داخلی ما مرتبطه. و آنچه را که ما میگیم سرزمین اسرائیل فقط از خلال روح خدایی که در ملت ما، در همه ملت ما منتشره شناخته میشه. میگه که این حلول سگانه به اصطلاح در نوشته های صهیونیست های علمانی هم ظاهره، مثل نوشته های بوبر مثلا که به گاندی میگه که ما نمیتونیم، نتونستیم و نمیتونیم به از مطلب های یهودی دست بکشیم. یه چیزی وجود داره بالاتر از زندگی حتی خود یهود، مرتبط به سرزمین ماست، اون عمل کرد ملت و رسالت مقدسشه. برای خودشون رسالتی قائلن. میگه من ایمان دارم به ازدواج انسان و زمین. این سرزمین اعتراف با ما میکنه و با واسطه ما سرزمین غصب شده فلسطین یعنی حاصل خیز میشه. و ارتباط ازدواج در که بوبر ازش به کار میگیره
یک حالی از قدسیت در میراث یهودی درش هست که ارتباط خدا با ملت و در عهد قدیم به ازدواج تعبیر میکنه و موضع خاخام قبالی هم میگه که ما ملتی هستیم که شایسته نیست که لقب اسرائیل رو بگیریم، یعنی مدافعان خدا، مگر اینکه در سرزمین اسرائیل باشیم. گوردون متمرد میگه که رستاخیز ملی در میان ما صورت نمیگیره مگر اینکه ما به سرزمین خود بازگردیم و زیر آسمان او باشیم. و وقتی که وزیر دفاع اسبق اسرائیل که خودش یک عالم باستانشناس یهودی بود و مفسر تورات، میگه که اگر در مطالب اسرائیل دینی و تاریخی بخصوص بعضی از اجزای سرزمین های قصد شده ازش سوال میشه، میگه که اساس وجود اسرائیل سه چیزه: ملت یهود، کتاب مقدس و سرزمین یهود. ولذا تورات و امت تورات باید در سرزمین تورات باشن، یعنی فلسطین. و اینجا از خشونت و فلسفه خشونت در نزد صهیونیست ها میگه که این در کتاب انقلاب مناهم بیگین که در واقع فیلسوف خشونته، میگه من چون می جنگم پس من وجود دارم. میگه که از خون و آتش و اشک و بله اینها نمونه جدیدی از مردها میان بیرون ساخته میشن که در هزار سال گذشته وجود نداشته. یهودی جنگجو قبل از هر چیزی باید هجوم دیگر مهاجم باشه. ما قاتلان رو بهشون هجوم بکنیم، با خون و عرق یک ملت متکبر و قوی ایجاد میکنیم. همین خشونت در نزد بن گوریان میگه که ما همیشه میگه که منتظر سلاح و شب روز منتظر سلاح بودیم. وقتی که سلاح به دست ما می رسید با این سلاح ها بازی می کردیم و همین سلاح ها می خوابیدیم مثل بچه ها. و ولذا بن گوریان بر تصورش از شخصیت جدید یهودی اینه که یک شخصیت جنگجویه از قدیم. میگه موسی زودترین پیامبر ما، اولین فرمانده نظامی در تاریخ امت ماست. ولذا بین موسای پیامبر و موسی دایان ارتباط برقرار کردن در نظرشون یک ارتباط عادیه. و خشونت نقطه محوریشونه بین همشون. تا اینجا من توقف کنم، بقیه رو انشاءالله در یه روز دیگه اگه خدا فرصت بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.